آقای دکتر رضا تقی‌زاده، با سپاس بسیار از شما، پرسشم با شما گفتگویی که میخوام انجام بدم پیرامون بایدن ایران و شاید بایدن منطقه خاورمیانه باشه و پرسش نخستم این است که در مجموع برنامه های رئیس جمهوری جدید ایالات متحده مسئله ایران در کدام اولویت قرار داره؟ طبیعتا اولویت شماره یک نیست، لاقل در حال حاضر نیست، چنانکه ما دیدیم در 17 فرمان رئیس جمهوری که آقای بایدن در نخستین روز بعد از تحلیفش امضا کرد جای مستقیمی به جمهوری اسلامی اختصاص داده نشده بود. در جایی وقتی که مربوط بود اون فرمان اجرایی به مسئله مهاجرت و اجازه مسافرت کشورهای مسلمان یا اتباع اونها با آمریکا، ایران هم جز اون کشورها به حساب می آمد، ولی به زودی باید انتظار داشت با تحریکاتی که جمهوری اسلامی در داخل صورت میده و یا انتظاراتی که از دولت بایدن داره این موضوع به یک مسئله داغ تبدیل بشه. و اشاره کردید به ادای شهادتی که وزیر خارجه جدید دولت آقای بایدن در سنا بیان کرد، چی گفت دقیقا؟ البته این گفتگو بود که من پیش از ضبط مذاکره با شما داشتم و مصاحبه با شما داشتم. آقای بلینکن سابقه روشنی داره، این سابقه در جهت حمایت از توافق اتمی و همطور مذاکرات اتمی است. یعنی آقای بلینکن معتقد به دیپلماسی برای وارد شدن در گفتگو با جمهوری اسلامی و رسیدن به توافق، و در گذشته هم با اعمال خشونت علیه جمهوری اسلامی یا مامورین اونها شاید نظر خوشی نداشته، من جمله وقتی قضیه قاسم سلیمانی پیش آمد و اون رو کشتن. با وجود اینکه بایدن از این موضوع پشتیبانی کرد، ولی بلینکن از این موضوع ابراز ناخرسندی کرد و یا حداقل به این ترتیب توضیح داد که کشتن قاسم سلیمانی شاید درهای دیپلماسی و گفتگو با جمهوری اسلامی رو میبنده. او به نوعی معتقده که جمهوری اسلامی واقعا از راه سازش و دیپلماسی به راه میتونه بیاد، که البته در این مورد اشتباه میکنه و اشتباه او رو میشه در نتایجی که بعد از امضای توافق اتمی در دولت اوباما صورت گرفتید. کارنامه‌ای که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد بعد از توافق اتمی کارنامه‌ای نبود که حالا آقای بلینکن بتونه با تکیه به اون مدعی بشه که جمهوری اسلامی از راه دیپلماسی میتونه مهار بشه. آقای بلینکن البته خودش داوطلب اظهار نظر خاصی در مورد جمهوری اسلامی نشد، ولی وقتی سه‌شنبه شب مورد پرسش قرار گرفت بعد از مراسم تحلیف در جلسه کمیته روابط خارجی آمریکا، او صریحا گفت که برای برگشتن دولت آمریکا به توافق اتمی زمان طولانی لازمه و ما این عمل رو تنها بعد از مشورت با همپیمانان خودمون و منظور کشورهای اروپایی بود و همینطور اسرائیل انجام میدیم، که این تا حدودی میتونه آب سردی باشه به روی جمهوری اسلامی و یا کسانی که نگران بودند آقای بایدن ممکن است بار دیگه به همون دامی بیفته که قبلا آقای اوباما افتاده بود، تا حدود اونها رو آرومتر کرده باشی. ولی آنتونی بلینکن یک سخن دیگر هم در جریان ادای شهادت در کمیسیون در سنا داد و اون بود که گفت حکومت ایران در گذشته یک سال از رسیدن به بمب هسته‌ای دور بود و الان این فاصله شده 4 ماه. تا چه حد میتونه این ارزیابی درست باشه؟ اگر درسته یعنی یک موضوع فوریه، باید بهش رسیدگی کرد، نباید عقب انداخت، باید بهش اولویت داد. بفرمید. بدون شک ترامپ رو متهم میکردن که با کنار گذاشتن توافق اتمی، بیرون آمدن از اون، موضوع کنترل جمهوری اسلامی رو به نوعی کنار زد و اجازه نداد که جامعه جهانی بتونه از طریق بازرسی ها جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه. و آقای اوباما معتقد بود که همین که شما گفتید، با توافق اتمی فاصله ایران با جمهوری اسلامی با بمب اتمی به 1 سال افزایش پیدا کرده، ولی این واقعا یک دروغ بزرگه. ببینید
برای اینکه شما تبدیل به یک قدرت نظامی اتمی بشید عواملی رو میخواید. این عوامل شامل این است که اورانیوم غنی شده با غلظت نظامی به اندازه کافی حداقل برای انفجار یک بمب اتمی در اختیار داشته باشید، یا پلوتونیوم به اندازه کافی داشته باشید. دوم اینکه طراحی کرده باشید یک بمبی رو که ساختید برای نصب روی یک دماغه موشک، و سوم اینکه وسیله استفاده از این بمب رو داشته باشید. وسیله سوم رو اگر هواپیما باشه، مثلا یک بمب افکن B-52 جمهوری اسلامی نداره، ولی بعد از توافق اتمی توسعه صنایع موشکی جمهوری اسلامی اگر این امکان رو حتی 5 سال پیش فروش وجود نداشت به وجود آورده، یعنی وسیله پرتاب یا حمل بمب اتمی رو داره. در مورد این موضوع در توافق اتمی و مذاکرات اتمی اصلا مطرح نشده بود. در مورد ساختن بمب کمترین نکته‌ای در توافق اتمی قید نشده بود و جمهوری اسلامی در این فاصله، اگرچه این دانش رو، این فناوری رو قبل از توافق اتمی هم به دست آورده بود با مدارکی که دنیای غرب در اختیار داره، مستند به مدارکی که اسرائیلی ها در سال 2018 از ایران رو بودن و اون رو در اختیار آژانس قرار دادن، و منابع متعددی که از سال 2002 به بعد آشکار شده و نشون میده که همه ابزار لازم رو برای ساختن بمب اتمی در اختیار داره. پس این بخش دوم یعنی ساختن بمب هم مسئله حل شده است. تنها موردی که در توافق اتمی به اون اشاره میشد و لازمه جمهوری اسلامی و هر کشور دیگری برای رسیدن به بمب اتمی و تبدیل شدن به قدرت نظامی بود، اورانیوم غنی شده است با غلظت نظامی، که این رو ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو بعد از توافق 93.4% رو کاهش دادن. ولی وقتی که آقای ترامپ از توافق اتمی بیرون اومد، جمهوری اسلامی ثابت کرد که با چه سرعتی میتونه این ذخیره رو دوباره به دست بیاره و این فاصله رو میتونه پر بکنه. بنابراین این نقص توافق اتمی بود که ضمن قرار دادن چیزی به اسم سانست یا زمان غروب که تعهدات ایران برای غنی سازی اورانیوم پایان پیدا میکنه، به این موضوع پرداخته اصلا نشده بود و پیش بینی نمیشد که جمهوری اسلامی میتونه قطعات سانتریفیوژهای نوع پیشرفته تر رو از کشورهای خارجی خریداری بکنه، نمونه اونها رو مونتاژ بکنه و با استفاده از این سانتریفیوژها در فاصله کمتر از 2-3 ماه بتونه حتی غلظت کم اورانیوم با غلظت 3.7% رو به غلظت 20% و بیشتر و به غلظت نظامی برسونه. یعنی زمانی که آقای خامنه ای یا دستیاران اون نیاز دارن به رسیدن به بمب اتمی عملا چند هفته است و تغییری توافق اتمی در این وضعیت نداده. خلاصه بکنم که توافق اتمی فقط به مسئله ذخیره اورانیوم غنی سازی شده با غلظت کم پرداخت، مسئله سانتریفیوژها رو رها کرد، مسئله توسعه موشکی رو رها کرد و مسئله تجهیز ابزاری که برای ساختن بمب اتمی میشد همه رو فراموش کرد و آقای ترامپ بی خود به این موضوع متهم شده بود که عملا زمان ساختن بمب اتمی رو از 1 سال زمان اوباما به چند ماه کاهش داده. خیر، این زمان کاهش پیدا کرده همیشه وجود داشت و حالا کارنامه جمهوری اسلامی که همه این ابزارها رو در اختیار داره نشون میده که اشتباه متعلق به توافق اتمی سال 2015 بود. و میخواهم بپرسم الان ما در 1 سال اخیر یا در ماهای اخیر میبینیم که حکومت ایران گستاخی خودش رو در مورد برنامه های اتمی افزایش داده، اورانیوم رو بالاتر از سطحی که متعهد شده بود غنی میکنه، سانتریفوژهای جدیدی میگذاره که طبق برجام اجازهشو نداشت، اورانیوم فلزی تولید میکنه، تاسیسات جدیدی رو زیر کوه در نطنز ایجاد کرده و غیره و غیره. آیا همه اینها در مورد کوتاه کردن مدت رسیدن به بمب هسته‌ای واقعی هست یا یک بلوفه؟ آیا حکومت ایران در آستانه آغاز کار دولت آقای بایدن میخواهد که از موضع قدرت وارد گفتگو بشه با ایالات متحده؟ آقای امیر، من برنامه های اتمی جمهوری اسلامی رو بیش از 20 سال که از نزدیک دنبال میکنم.
با خیلی از کسانی که دست در کار بوده، مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی بودن و یا عوامل دیگه صحبت نشسته و صورت به صورت کردم. این رو به شما اطمینان میدم که برنامه اتمی ایران از روز نخست هیچ هدفی جز تبدیل شدن به یک نیروی نظامی و برنامه نظامی نداشت، حالا هم نداره. و هزینه کلانی که جمهوری اسلامی در طول 20 سال گذشته، این هزینه کلان به غیر از زیانهای غیر مستقیمی است که به اقتصاد ایران وارد کرده، هزینه کلان صرف تأسیسات متعدد شده در همه جای ایران. بیشتر این تمرکز در استان اصفهان، در استان تهران، ولی تجهیزات متعددی رو ایجاد کرده. فراموش نکنید اتحاد شوروی کشور پیشرفته نبود، واقعا از نظر صنعتی پیشرفته نبود، ولی بیش از 60 سال پیش قادر شده که هواپیمای یوتوی جاسوسی آمریکا رو در ارتفاع بسیار بالایی که پرواز هواپیماهای متعارفی امکان پذیر نبود هدف قرار بده و پایین بکشه. برای اینکه روی این کار سرمایه کلانی گذاشته بودن، در حالی که شوروی ها یا روس های اون موقع نمیتونستن حتی یک یخچال ساده بسازن که قابل استفاده باشه در یک خونه. صفهای طولانی میکشیدن برای گرفتن یک دستگاه تلویزیون عقب مانده، برای ساختن ماشین مشکل داشتن. و این درست وضعیتی است که ایران داره. ایران آدم هوشمند کم نداره، ولی تمام این بضاعت ها با هزینه سنگین صرف یک مورد شده: تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت نظامی و توسعه موشکی. و اینها رو پیگیری میکنه. این بلاف نیست. جمهوری اسلامی در یک فاصله کوتاه از تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی است. و اگر این اتفاق بیفته، غیر از اینکه میشه در منطقه یک مسابقه تسلیحاتی اتمی روی بده، یعنی عربستان سعودی، ترکیه و بعد مصر به دنبال این بازی برن و اون خوابی رو که آقای اوباما 5 و 6 سال قبل دیده بود به کابوس تبدیل بشه، میتونه خطر امنیتی مستقیم علیه کشورهای دیگه باشه. حالا برای متوقف کردن این برنامه، یا اگر که مذاکرات به نتیجه نرسید، توسل به نیروی نظامی و انجام یک برخورد تازه بازدارنده ضروری خواهد بود، و یا دادن اجازه به یک رقابت نظامی. برای اینکه من بعید میبینم این حکومت با این دسیسه ها و با این نیرنگ ها که تا به حال به کار برده از راه مذاکره تن به ترک برنامه‌ای بده که ماندگاری خودشو در میان مدت و دراز مدت در گروه اون میبینه. ایران یک برنامه شبیه کره شمالی در پیش داره، با پیشرفتگی و گستردگی بسیار بسیار زیادتر از کره شمالی، و این هدف رو تا جایی که بازداشته نشده تعقیب میکنه. حالا با توجه به سخنان شما، آقای ترامپ مدت 3 سال و اندی فشار حد اکثری بر حکومت ایران وارد آورد. کمر حکومت داشت می شکست، ولی باز هم حاضر نشد با آقای ترامپ بیاید و وارد گفتگو بشه. پرسش من این است که آیا با سیاست نرمش، آنچه که پرزیدنت بایدن گفت سیاست دیپلماتیک، واقعا میشه حکومت ایران رو به پای میز مذاکرات کشوند؟ آیا تجربه که ما با اوباما داشتیم کافی نیست برای این جریان؟ ترامپ برای شروع مذاکره با جمهوری اسلامی به عنوان یک تاجر و کسی که مخالف جنگ، 2-3 بار اعلام کرد که آماده گفتگوی بدون پیش شرطه، ولی همزمان شروط 12 گانه‌ای رو مطرح کرده بود که مذاکرات باید به این هدف‌ها برسه. مثلا قرارداد اتمی سال 2015 یا برجام مدت‌دار نباشه، تا بی‌نهایت باشه و ابعاد دیگری به این قرارداد اضافه بشه، من جمله مسئله موشکی ایران در چارچوب این گفتگوها قرار بگیره. این 12 ماده که رعایت موازین حقوق بشر هم جزش بود، هدف این مذاکرات بود. و این فرق میکرد که بگه گفتگو رو ما بدون پیش‌شرط شروع بکنیم، ولی هدفهایی که باید بهش برسیم هدفهای 12 گانه ایست که یک بار پومپیو وزیر خارجه آقای ترامپ این رو توضیح داد. این فرق میکنه با بدون پیش شرط گفتگو کردن آقای بایدن،
که اون چه که در ذهنش بوده و تمام کسانی که حالا در دولت او هستن، از آقای بلینکن گرفته تا آقای جیک سالیوان و یا کسی که به عنوان مدیر برنامه های ایران معرفی میکنه، آقای رابرت مالی، یا انتظار میره که معرفی بکنه، همه به دنبال گفتگوی انحصاری فقط در مورد برنامه اتمی هستن و رسیدن به یک توافق در این زمینه و باز کردن شیرهای نفت برای صدور به اروپا و آسیا و دوباره دادن یک امکان تازه به جمهوری اسلامی برای تجدید حیات، که شما به درستی گفتید آقای ترامپ کمر اقتصادی حکومت رو شکسته بود. در حقیقت بایدن به دنبال این است که جلوی این سیلی که جریان پیدا میتونه بکنه رو یه سدهای خاکی کوچک ببنده، در حالی که دولت ترامپ میخواست از منبع جلو این کار رو بگیره، درآمدهای اون رو قطع بکنه. و جای تعجب نیست که در تمام طول 4 سال گذشته دولت روحانی، علی خامنه ای، مسئولین سپاه، هرچه در چنته فحاشیشون داشتن نثار ترامپ و دولت ترامپ کردن، ولی میگن آقای جو بایدن تا به حال جنایتی نکرده، جو بایدن سیاست خوب میفهمه، بنابراین میشه با او از در گفتگو در اومد. و اگر مردمی که از این حکومت در تهران واقعا جونشون به لب رسیده، همین تعریف جمهوری اسلامی از دولت بایدن و تکذیب و ابراز خوشحالی از رفتن آقای ترامپ رو میشنوند، باور میکنن که ترامپ برای جمهوری اسلامی مقوله‌ای بود کاملا متفاوت با اون چه که جو بایدن هست. لاغر این انتظاری است که مردم، نگرانی است که مردم ایران از اون دارن، و این بایدنه که میتونه ثابت بکنه آیا واقعا به دنبال یک راه حل ثابت و ماندگار و دراز مدته، یعنی کمک به فروپاشی این نظام دیکتاتوری، و یا اینکه به دنبال رسیدن به یک توافق شیک و لوکس که بتونه اون رو به عنوان دستاورد دولت 4 ساله خودش نشون بده. این دستاورد رو آقای اوباما هم دنبالش بود، ولی دیدیم که به نتیجه حتی مورد انتظار او هم نرسید. آقای تغییرزاده، شما به درستی گفتید که 20 ساله که برنامه های اتمی حکومت ایران رو دنبال میکنید و من شاهد بودم. پرسش من یک پرسش فرضی هست. فرض بفرمایید که فردا صبح شما بیدار شدید و شنیدید که حضرت آیت الله العظما یا ولی مطلقه فقیه علی خامنه ای اعلام کردن که بله، ما نخستین بمب اتمی خودمون رو ساختیم و آماده استفاده هستیم. آن وقت چه خواهد شد؟ اون موقع خیلی دیر خواهد بود. واقعا اگر که هدف عبور از جمهوری اسلامی نباشه، دو گزینه بیشتر پیش رو نیست. یا با توسل به نیروی قهری این برنامه متوقف بشه و یا یک رقابت اتمی در منطقه هضم بشه. یعنی جمهوری اسلامی قطعا تبدیل خواهد شد به یک نیروی نظامی اتمی، و تصور میکنه با تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی ضریب ماندگاری او بسیار بسیار بالا خواهد رفت. در حقیقت این رو به نوعی طلسم زندگی خودش میبینه. کافیست برای رسیدن به این هدف یک پیشزمینه فراهم بشه، به جای اینها حمله بکنن، یک حمله متقابل علیه اونها صورت بگیره، و قبل از اینکه خیلی حتی این قضیه مخرب بشه یا پیشرفته بشه متوقف بشه، و بعد همین که شما گفتید آقای خامنه ای یا از زبان خودش شنیده بشه که حالا در پاسخ به جنایاتی که غرب و دنیای خارج در حق ما کردن، کشتاری که از فرزندان رشید ما کردن، ما هیچ گریزی به جز تجدید نظر توی فتوای خودمون نمیبینیم و دستور دادیم که فرزندان اسلام به سمت ساختن بمب اتمی برای دفاع از فرزندان اسلام حرکت بکنن. و یا اینکه گزینه دوم، شب بیدار بشیم و ببینیم که آقای خامنه‌ای به همون سرنوشتی دچار شده که آقای رفسنجانی پیشتر شده بود، و جانشینان او و یا سپاه که حالا برای حفظ امنیت جامعه قدرت به دست میگیره، این مسئولیت رو عهده‌دار بشه و جمهوری اسلامی رو به سمت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی حرکت بده. آقای دکتر تغییرزاده، باز فرض، یه همسایه هم شما دست چپ دارید، اسرائیل.
موضوع درستی است. این رو به دفعات رئیس دولتی که شاید خیلی مقبول طبع شما هم نیست اعلام کرده که بمب اتمی جمهوری اسلامی خطر موجودیت برای جمهوری اسلامی است و این شعار رو حتی دولت مردان میان روی اسرائیل هم پذیرفتن، یعنی جمهوری اسلامی رو یک خطری علیه موجودیت اون کشور میبینن و تنها کشوری که این بضاعت رو در اختیار داره و یکی از مهمترین امتیازاتش هم در کنار این بضاعت این است که دور از خاک ایران قرار داره، بنابراین هیچ نوع مداخله مستقیم زمینی نمیتونه صورت بگیره. عمق به اصطلاح استراتژیک نظامی ایران در ارتباط با اسرائیل اگر نیروی هوایی و دریایی وجود نداشته باشه چیز بی‌معنی است. تنها کشوری است که این بضاعت رو داره، بیشتر از هر کشور دیگری نسبت به تبدیل شدن ایران به نیروی نظامی اتمی احساس خطر میکنه و حالا به یک دستاورد تازه رسیده که این دستاورد تازه آقای بایدن رو محدود میکنه یا مداخلات بایدن رو در منطقه محدود میکنه و اون به اصطلاح دستاورد بزرگی است که با معماری داماد ترامپ پایگذاری شد و ارتباطات اسرائیل با کشورهای جنوبی خلیج فارس عادی شد و حالا بدون هر نوع مماشاتی اسرائیل میتونه با استفاده از آسمان کشورهای منطقه جنوبی خلیج فارس به هدفهایی در درون ایران دست پیدا بکنه و جمهوری اسلامی با وجودی که ظرفیت موشکی داره، این ظرفیت موشکی میتونه مؤثر باشه، مخاطرات ایجاد بکنه هم برای کشورهای عربی و احتمالاً یکی دو نقطه در داخل اسرائیل رو هم بزنه. ولی اسرائیلی ها در یک موازنه الهم فلهم کردن یقینا به این باور میرسن که قبول یک زیان محدود به مراتب برای اونها مرجح تره تا استقبال کردن از خطر تبدیل جمهوری اسلامی به یک نیروی نظامی. بنابراین میتونن پیش دستی بکنن و دست بایدن رو در حنا بگذارن. اگر در مذاکراتی که کارگزاران بایدن در نظر دارن با جمهوری اسلامی انجام بدن دخالت نداشته باشن و شرطهای مورد نظر اونها من جمله داخل شدن در مذاکرات اتمی به قید همیشه ماندگار کردن اونها حضور داشته باشن. اگر این حضور رعایت نشه، همیشه اسرائیل نشون داده در طول 40-50 سال گذشته برای موجودیت خودش آماده است که به استقبال هر خطری بره. آقای دکتر رضا تقی‌زاده، سپاسگزارم از شما. فقط خواستم توضیح بدم که در مورد آنچه که گفتید، یعنی لزوم اقدام نظامی اسرائیل وقتی که تنها بمونه و خطر مرگ وجود داشته باشه، همه احزاب، همه گروه های اسرائیلی بدور از هر سیاستی که دارند، بدور از اینکه آیا این رو میپسندن یا اون رو ترجیح میدن، متفق القول هستن و این سیاست ملی کشور اسرائیل است. سپاسگزارم از شما و به امید گفتگوهای بعدی. وقت شما خوش.